تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انتقنی بالهدى والهمنی التقوى. سر سفره قرآن آیه به آیه میشنویم، هر آیه رو چند دقیقه تفسیر میکنیم. به جزء 11 رسیدیم، سوره یونس، و الان تو این چند دقیقه آیه 50 و 51 و 52، این سه تا آیه رو با هم معنا میکنیم. اما آیه 50 بشنویم. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. بگو آیا فکرتون کردید، اندیشه کردید اگر عذاب خدا شب یا روز به سراغتون بیاد وقت چه میکنید؟ گناهکاران چه چیزی رو از او به شتاب میخوان که میگن که متى هذا الوعد متى هذا الوعد؟ شما هی به پیغمبر میگید ما ایمان نمیاریم، میخوام عذاب شیم، یالا عذاب میکن، یالا کی میاد، کی میاد؟ چرا همچی میکنید؟ ارعیتون فکرتون کردید یه بار عذاب میاد؟ ان اتاکم عذاب، اگر عذاب خدا برسه، حالا بیات یا شب یا روز، وقتی عذاب بیاد چه میکنید؟ مازای است عجل، چرا عجله میکنید؟ یه بار قهر خدا میاد؟ اینقدر مسخره نکنید، اینقدر نیش نزنید. قهر خدا ناگهانیه، شب و روز سرش نمیشه. خردمند احتمال بده عذاب بشه. احتمال یا باید بغتتن، تو قرآن بارها گفته بغتتن. بغتتن این ناگهانی، یا مرتبه ناگهانی عذاب خدا میاد. یا بار غافلگیر میشید، دیگه اونجا راه نجات بسته شده. خب این آیه میگه که عجله نکنید، چون کفار به پیغمبر میگفتن ما ایمان نمیاریم، میخوام عذاب شیم، یالا متى هذا الوعد، او چه عذاب میشیم. این آیه میگه که فکرتون رو بکنید، ناگهانی غافلگیر میشید، یا با شب یا روز عذاب میاد، وقتی عذاب بیاد چه خواهید کرد؟ چقدر عجله میکنید؟ آیه 51 چی میگه؟ بشنوید. اثم اذا ما وقع آمنتم به الان وقد كنتم به تستعجلون. پس از آن که عذاب نازل شد و حالا ایمان خود برد، اثم اذا ما وقع آمنتم به، آیا پس از آن که عذاب قهر خدا رسید وقت آمنتم، وقت ایمان میارید؟ خطاب میشه الان، دیگه حالا ایمان آوردید؟ تا حالا مسخره میکردیم، میگفتیم ما ایمان نمیاریم، عذابم نمیشیم، پس کو عذابت؟ و وقتی قهر خدا اومد میگی حالا ایمان میاری؟ مثل فرعون وقتی میخواست قهر باشه گفت آمنت، خدا فرمود الان وقت اتایت من قبل، حالا ایمان میاری؟ وقت کنتم بهی تستعجلون، در حالی که شما عجله میکردید، مطلش میگفتید، مسخره میکردید، حال وقتی عذاب اومد دیدید، عذاب اومد دیدید، ناگهانی اومد دیدید، غافلگیر شدید، و حال وقتی غافلگیر شدید ایمان میارید، ایمان او لحظه استراحت دیگه فایده نداره. آیه 52 رو بشنوید. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. اون عذابی که تا حالا گفتیم عذاب دنیای بود، که قهر خدا یا شب میاد یا روز، حالا قیامتش مونده، ای آیه مال قیامت هم میگه ثم قیل، سپس گفته میشه به کف به ظالمین، میگه ذوقوا عذاب الخلد، عذاب خلد، این عذابی که همیشه هست، عذاب قیامت هم بچشید، شما جز عملکردتون جزا داده نمیشید، هر کیفری بشید به خاطر عملکرد خودتونه. خب ثم قیل للذین ظلموا، للذین ظلموا یعنی مخالفین پیغمبر ظالمند، این کسی که قانون خدا رو رها میکنه به سلیقه خودش یا به سلیقه دیگران عمل میکنه، به خودش ظلم کرده، حق رو رها میکرده، دنبال باطل رفته. ثم قیل للذین ظلموا،
نمیگه ثم قیل للکفار، چون به جای کفار گفته ظلمو، کفار به خودشون ظلم میکنن. ذوقوا عذاب الخلد، این یه عذاب الخلد یعنی عذاب برای گروهی خلود داره، یعنی دائمیه. کیفر الهی برای گروهی از مجرمین جاودانه و همیشگیه. بعد قیله، قیله للذین ظلموا ذوقوا، گفته میشه بچشید. این گفته میشه، این تحقیر هم میشه، یعنی هم عذاب جسمانیه که آتشه، هم عذاب شخصیتی روحی که میگه قیله، بشه گفته میشه. یعنی هم توبیخ میشن، تحقیر میشن، هم شخصیتشون له میشه، هم عذاب روحی و هم عذاب جسمی. انسان در عمل نیک و بد آزاده. میگه اگر کیفر داده میشید به خاطری که به ما کنتم تکسبون، تکسبون کسب کردید، یعنی با اختیار آزادی خودتون سراغ خلاف رفتید، ما کارتون نداشتیم، ما امکانات به شما دادیم، اما خودتون با انتخاب سراغ انحراف رفتید. حالا اگر عذاب میشید به خاطر همون انتخاب بد خودتونه. خب آیه بعد چی میگه؟ آیه بعد هم فرماد که آیه 53 بشنوید. و یستنبئونک احق هو قل ای و ربی انه لحق و ما انتم بمعجزین. از تو خبر میگیرن، احق هو، از تو خبر میگیرن که آیا وعده مجازات حقه؟ قل ای و ربی، بگو آره والله حقه. و ما انتم به معجزین، میگن واقعا عذاب میشیم؟ این وعده که میدی حقه؟ میگه والله حقه. ای و ربی، به پروردگارم حقه. منتها و ما انتم به معجزین، دیگه وقتی آمد شما نمیتونید مانع قهر خدا بشید، شما نمیتونید خدا رو عاجز کنید، جلو قهر خدا رو بگیرید. ای آیه نظیر آیه یکی در سوره طور میخونیم، ان عذاب ربک لواقع، عذاب خدا واقع شده نیست. ما لهم من دافع، اگر عذاب خدا بیاد هیچ قدرتی نمیتونه جلو گیری کنه. وعده الهی قطعیه، حتمیه، سوگند میخوره. ای و ربی، و ربی یعنی قسم به پروردگاره. رهبر باید از مردم رفع تردید و ابهام کنه. و یستن به اونه که حق، مردم میپرسن واقعا حقه؟ شک دارن، بگو بله به خدا حقه. با قسم رفع ابهام کن و با قاطعیت صحبت کن و با قسم بگو، با قسم بگو، با قاطعیت بگو، رفع ابهام کن. و در نظام هستی هیچ قدرتی هم مانع الهی نی، خداوند نیست. خلاصه این سه چهار تا آیه چی بود؟ آیه 50 گفت چرا به پیغمبر متلک میگید کی عذاب میشیم، کی عذاب میشیم؟ عذاب خدا یه وقت شبی روزی میاد، وقتی بیاد شما غافلگیر بشید دیگه هیچ کار دستتون نیست. آیه بعد میگه که وقتی عذاب آمد ایمان میارید، لحظه که ببینید عذاب اومده ایمان میارید، منتها الان خدا بگه حالا دیگه ایمان آوردید، ایمان اون لحظه استراحت فایده نداره. آیه بعد میگه این عذابی که اومد مال عذاب دنیاتونه، قیامتتون هم مونده که عذاب ابدی بچشید، و عذاب قیامت هم عادلانه است به خاطر عمل کردتونه. این بعدم بعد به آیه بعدم میگه به پیغمبر میگفتن واقعا عذاب میشیم، ای پیغمبر با قاطعیت ابهام اینا رو برطرف کن، قسم بخور که ای و ربی، آره والله عذاب میشید. این شیوه برخورد با افراد که هی متلک میگن کی عذاب میشیم، کی عذاب میشیم، این چند تایی درباره اونهاست. خب آیه ای تو این چند دقیقه آیات کوچیک بود، تند رد شدیم، آیه 50 تا 53 رد شدیم، بریم سراغ آیه 54. و السلام علیکم و رحمت الله.